شبکی آمدن گفتن مردم کانادا میبرن تیاره میفت بدون پاسپورت چیزی. دوره کرد مردم هم از پوش تیاره میرفت اون که دروازهش قفل شد یک ده نفر دمی دروازه تیاره خود را محکم گرفت در بالش وقتی که تیاره پرواز کرد این مردم خطا خورد از تیاره تقریبا نگه بسیار پرواز کردم که یکیش خطا خورد افتاد در زمین دیگهش خطا خورد. یا خائنین رفتن و این ملت سردرگم ماندن و با این ملت تفاند که این مال ملت است، این مال شخص نیست. ورسته دې ځکه چې تاسو مې کوئ دا تاسو د قربانیو برکت ده، دا تاسو د تخمندنو برکت ده، د فدايي مجاهدینو د قربانیو برکت ده. روز اخر غذا کلش دغه همراش پسخانه پخت شده بود از طرف مسئولینی که برای ما گفته شد که شما برین تو وضعیت اضطراری است. ما رفتیم 11 و نیم چیز کم 12 بجه بود، زیادتر دیگاه همون تو پر مانده. چهارده آگوست 2021 آخرین نفس های جمهوریت. اخبار گوناگون در مورد سقوط ولایات شنیده می شود. دوستان نهایت ارجمند، امروز گزارش خاطره برانگیزی داریم از آخرین روزهای حکومت 20 ساله جمهوریت. پس با سابسکرایب نمودن کانال و ارائه خاطره هایتان که از این روزها دارید با ما شریک ساخته و ما را از این طریق حمایت کنید. آن طرف خط جایی که تحت تصرف نیروهای امارت اسلامی قرار داشت، نیروهای آنان آمادگی کامل برای تصرف شهر مزار شریف را داشتند. څنګه وینئ دا ول خط بازار خاطر ډیر نسلی ده، نو تاسو څنګه چې بازار خاطر نه نه وزي څه مشکل ده تاسو اجازه لرئ کولای شئ دې باره کوي؟ دا د چمتال ولسوالي چې دا د پل اردو سره سرحد ده، نو تقریبا په 200 متره کې موږ د کلای جنگي وو او د پل اردو څخه دلته ورته پراته د پل امام کری سیمه ده. نو ان شاء الله موږ خدای پاک ته دا امید لرو چې اوس ژغ وسي، نو په یو سات کې امکان شته چې موږ د کول اردو یا کلی جنګي لغت کو وینیسو، خو اوس موږ د پر موږ باندې تر اوسه امر نه دی سوی، نو که چیرې امر وسي امکان شته چې انشاءالله موږ په زور د خدای کول اردو و کلی جنګي ونیسو. کم نظامي خلک چې د دوی دي هغه خپل پردیو باندې هغه هم دغه ځای کې څخه یو شور نسي خوړلی، چې هلته موږ یا د مینو کار پر کوو یا چریکانې پر کوو، دغه ځای کې څخه بالکل شوریدای نه شي. دلته په 200 متره کې د پل اردو برجونه دي، نو بالکل موږ د شپې ورتلای شو خپل ساحو ته خپل ځای کې هلته ګرځېدای شو، خلکو مشکل هلته هم ورحله وو. نه نه نه، دا جرأت بیخي بالکل کولی نه شي چې دې خواته راشي. تقریبا د 300 کسه مجاهدینو په اندازه کې انشاءالله موږ دلته خط لرو،
دلته کمربندونه لرو دا سړک چې دی دا خپله دلته د قول اردو په بیخ کې دی دلیه د کوټې برق نو موږ دلیه پر دغه ځای کې باندې دلیه دا د پلي بامو کری پل دی دلته نو خپل ختم دی خپل ملګري دی دلیه تقریبا د 300 کسو په اندازه کې به دلیه موږ مجاهدین ځای پر ځای لرو. ولایت های افغانستان یکی پی دیگر به دست نیروهای امارت اسلامی میافتیدند. مهاجرین ناشی از جنگ های داخلی به سرعت رو به افزایش بود. شش تا سقیر های بچه مانده است. زنش همه هستان بزن این روز که تک دوتش رفت کالاشویی مردم میکنم. خود من میرم. یک روز بعد روز بعد کالاشویی میکنم. یک معلم هم جوش توش نگاه میکنم. یک میرم یک آنوز بیام یک مسلمان خدا. دیگه کدام مرد نداریم که باید پیدا که روز یک پنج روپه درآمد خانه مانو داریم پنج روپه اینه من اول خدا سو اینه میه خدا من خوش یک روزی رسانه که ما در روزی میرسانه اینه میجا آمده شته این توکل من به خدا کرده که نواسیت مانده چند ساله هستن اینا اینجا همی بچه هم به نواسه هم شد سی دختر سی بچه هست طوری که در تصویر میبینید چرخبال‌های آمریکایی بالای آسمان کابل به خصوص بالای سفارت آمریکا و بریتانیا گشت زنی میکند. روز 15 آگوست اولین مصاحبه ویدیویی دکتر عبدالله نشر شد، تایید کرد که اشرف غنی از کابل فرار کرده است. هر جمعه لحظه به لحظه بیشتر و بیشتر می شد تا بالاخره که طالبان از چندین سمت وارد کابل شدند. طالبان در نخستین اقدام بزرگترین بیرق سه‌رنگ افغانستان را از بالای تپه وزیر محمد اکبر خان پایین کردند. اما تعدادی از جوانان شجاع و خودجوش که بیرق سه‌رنگ افغانستان را حمل می کردند به جاده ها برآمدند و در تلاش دوباره برافراشتن بیرق سه‌رنگ بالای تپه وزیر محمد اکبر خان شدند که با ممانعت جدی نیروهای امارت اسلامی مواجه شده و بالاخره پراگنده شدند. مردم آواره هستند و نمی دانند که باید به کجا برود. به روز 16 آگوست شماری به طرف میدان هوایی هجوم بردند. شایعات نشر شده که گویا تیاره های امریکایی مردم را به امریکا بدون اسناد انتقال می دهند. لحظه به لحظه هجوم مردم به میدان هوایی کابل بیشتر می شد. تعدادی از سربازان امریکایی که در داخل میدان هوایی کابل حضور داشتند تا برنامه تخلیه را به درستی مدیریت کنند اما ظاهر ناکام به نظر می رسید. از خاطر آمدم که فامیلی می گفتن که طرف های اروپا می برن. ما آمدیم مشکلات های زیاده دیدیم و نیروهای خارجی هم بم می اندازن، راکت فایر می کنن. چقدر تعداد از مردم زخمی شدن. در داخل خود میدان هوایی چقدر نفرهای دیگر از ضربه کردن و تمامشان از بین رفتن. سربازان امریکایی بالای مردم ملکی انداخت میکردند تا بتوانند مردم را پراگنده کنند اما نتیجه نمیداد.
تا جایی که چندین کشته و زخمی ناشی از شلیک های سربازان امریکایی بجا مانده است. نو صبحگی آمدن گفتن مردم کانادا میبره. تیاره امروز بدون پاسپورت چیزی. کلگی مردم بمی باور بود که کلگی کانادا میره. وقتی که آمدن تیاره سیاسی ها بود که فقط خود امریکایی ها را انتقال میتن خارج میبره داخل میدان. خاطره که طالب غرشان ما که آمدیم طالب فامیدی فایر میکرد سر مردم اوایی اوایی فایر میکرد مردم ها غرز نداشت میگفت کجا میریم افتیم داخل میگفت بری دیگر داخل میدان شاجور ها دریشی ها اران چیز افتادگی بود کسی از ترس طالب غرز گرفتن نمیتانست ما داخل رفتیم کل مردم جمع بود چهار طرف موترهای آنده بود یا امریکایی ها فایر میکرد مردم امریکایی ها لطکو بان کرد اتا ششت نفر ها فهمیدی کشت سرش فایر کرد مستقیم فایر کرد اوایی فایر میکرد آخر نشد سر مردم هلیکوپتر ها پایین شا مردم از همه هم نترسید رفتن پیش تیاره تیاره دوره کرد مردم هم از پشت پیش تیاره میرفت اون که دروازهش قلف شد یک ده نفر دمی دروازه تیاره خوره محکم گرفت در بالش وقتی که تیاره پرواز کرد این مردم خطا خورد از تیاره تقریبا نگه بسیار پرواز کردم که یکیش خطا خورد افتاد از زمین دیگهش خطا خورد دو سه تای دیگهش خلاصه کل این مردم که از تیاره محکم گرفته بود تیاره که پرواز کرد و خطا خورده ما که نزدیک رفتم که یکیش زنده نمی روش هم معلوم نمیشد روش دیگه پوچک شده بود یکی دیگهش روش هم معلوم نمیشد دندانهای زنده افتاده بود خب همین رقم دیگه کل مردم فامیلی جسدار هم گوشه که مزروع سرد کسی نبود که با جسدهای فامیلی امبولانس دیگه پا بیاد درشان کمک کنه دیگه دواره یا واره در بدر هستیم ما مردم سا چی کنیم برادر خسته شدیم امریکایی هم او طرف میزنه برادر مردم زخمی را ببین در بدر خود بسر هست این همین که باید شش نفر شهید شدن پنج شش نفر شهید شدن چی کنیم برادر طالبان در ساعت اولی 16 آگوست کنترل دروازه عمومی میدان هوایی را به دست گرفتند و کوشش میکردند که وضعیت را کنترل کنند. قسمت ابتدایی میدان به دست نیروهای بدری 313 نیروهای امارت اسلامی بود و قسمت دوم و سوم هم هنوز در دست نیروهای امریکایی قرار داشت. We're having a good time here in Kabul. وضعیت همچنان رقتبار و از کنترل خارج است که از همه مردم می خواهد از میدان هوایی کابل دور شوند که احتمال حمله داعش بالای میدان وجود دارد. اما مردم اعلان را نادیده می گیرند و اطراف میدان هوایی را ترک نمی کنند. دو روز بعد از این اعلام حمله سنگین در دروازه بارون میدان هوایی کابل رخ می دهد که بیشتر از 300 کشته و زخمی بجا گذاشت. بر اساس اعلامه کاخ سفید به تعداد 13 سرباز نیروهای امریکایی در میان کشته شدگانند. یک روز بعد از حمله داعش بالای میدان هوایی پهپادهای بی سرنشین امریکایی اینجا را هدف قرار داد. بیشتر از 13 عضو یک خانواده ای که خود ترجمان امریکایی ها و منتظر خروج از افغانستان بودند کشته و زخمی شدند. موتر بیرون آوردن طفلک ها طفلای ازمان رجان به سکه خدا کنم تو موتر را داخل کن سه طفل داخل موتر شد دیگه طفل ها دیده نادت دارن که در موتر بالا شدن یا در بغلای موتر بودن کمی جامعت از بالا تیار آمد گرم زدشان که اینجا دایش است
بیا دایش والا برما پیدا کجا دایش است برما جا به ما را بده امریکا که تو به نام دایش ما را زدی بیا سازمان ملل متحد است هر گروهی را که میری سر ما ثابت کجا دایش است اگر در این موتر مواد می بود امی خانه جور میمون یک موتر جور نمیمون کجا دایش کی برات راپورت داره که زید دایش است چرا؟ چرا این کار بکن ما میشه؟ چرا بخاطر چی میشه؟ امریکایی ها برنامه خروج همکارانشان را از میدان هوایی کابل متوقف ساختند و برنامه را از هتل سرینا میخواهند که تکمیل نمایند و اکثریت افرادی که اینجا هستند دارای پاسپورت های کشورهای امریکایی هستند و در تلاش خروج از افغانستان هستند. در روز شده که در میدان هوایی میرم میایم کمر ما شکسته. من میان کمر ما بسته است، پلاستر کردگی است و من دیگه توان میدان هوایی ندارم که برم. لطفا مرا کمک کنین. ما اولادای ما در آلمان از خانه ما در اوبرهوزن آلمان زندگی میکنم. من یک پاسپورت فرانسوی دارم. اومدیم افغانستان. حالا هر قدر که میخوایم 3-4 روز است که نمیتون میریم در میدان هوایی میدان هوایی هر روز میریم یکیش مورا به یک میدان رول میکنه دیگه تا میدان طالبا رول میکنه نام ما توریالای است که من خودم بریتش هستم یعنی ام یک هفته ما میایم در اینجا روان میکنه در میدان هوایی که بریم در سرینا از اونجا اینجا خب حال پروبلم ما این است که اینجا اولادای ما کلش اینجا است که وقتم کم است ما میخوایم که اگه حل کنیم قدم ما وضعیت میدان هوایی کابل به حد ناگوار بود. امریکایی ها تصمیم گرفتند تا کشته و زخمی شدن مردم را نادیده گرفته و تیاره هایی که توسط مردم ظاهراً محاصره بود به پرواز در بیاورند. در نتیجه چندین تن از جوانان و نوجوانان که به بالهای تیاره آویزان بودند با مجرب پرواز تیاره به زمین افتیدند. زکی جان هم امرای برادرم ناصر جان میخواستن که برن. زکی جان نمیخواست که برن. فقط برادرک میخواست که پاسپورت داشت. نگه زکی جان امرایشان به حساب کتاب میجا برم ببینم هم چی گفت. هیچ ما خبر نی ایده موتر ششته بود. ناصر جان که داخل اسرای قصبه که داخل میشه بدون از اینکه ما را یا قصد جریان بگذاره که ما میرم. که بخاطر که پیشش غیر از تذکیرش هیچ چیز نداشتم دیگه ای خواسته که من برم و تصادف که نمیفهم چه رقمی دیوالا را تیمار کرده که تا نزدیک به تیاره رسانده خودم و از ترس که باش که مرا برادرم چیز نگویه برای از این برادره که ما زنگ میزنه که ما برادر ما در زیر تیاره هستم تلاشی میکنه ما را امی موبایل اجازه نمیده که ما داخل ببریم ما گل میکنم میره اوسو مندازم این برادرم سر قال مقال میکنی در خانه قرار خواب بوده هیچ از موضیعت هیچ آگاه تا بیرون هم اپرامده دیگه بعد از او بر فامیل زنگ میزنه خدافیزی میکنم میگه مرا دعا بتین من رفتم بخواب و هم اجازه نمیدنش از امی اتفاق زد یا 15 دقیقه من میگذره که میم موبایلش باز زنگ میه زنگ میه از فامیل که میوار داره که زکی جان دور خوردی کجا هستی و دیگه برادر که هم تلفن شا گرفته میگه زکی جان شهید شده دیگه ما به اندازه به از هر رای که داشتیم بسیار بد روزه دیدیم و بسیار مشکل یک روز مکمل ما از ساعت 12:30 که در پارودی هم جستجو شدیم تا 8 شود بعد از او باز اوضاع به اندازه خراب بود و دلیل درستش اینمی که همی اوضاع را همی بچه ندیده بود به کلی تا امروز در افغانستان همه تو
هرج مرج وحشت که فعلا روان است که هر رقم آدم باره میبینی همون را ای بچه ندیده بود. خودش بازیکن تیم ملی بود، صنف 12 لیسه عالی استقلال بود، بچه روشن فکر بود. بالاخره بعد از چندین روز میدان هوایی کابل خالی از نیروهای امنیتی کشور و نیروهای آمریکایی گردید و طالبان اجازه یافتند که کنترل کامل میدان هوایی را به دست گیرند. حالا نیروهای امارت اسلامی در تلاش حفاظت از اجناس فرسوده کمپ ها هستند. خیانت ملی با وطن است که یا خائنین رفتن و این ملت سردرگم ماندن و با این ملت خیانت که این مال ملت است، این مال شخص نیست، این مال این ملت است، نه مال مجاهد است، نه مال طالب است، نه مال امریکایی است، این مال این سرمایه این ملت افغانستان است. اما بدبختانه که یا بازار بیرحمانه از بین بردن. بعد از چندین روز به سرعت امارت اسلامی کابینه خود را اعلام کرد و آن را همه شمول و فراگیر خواند. وارد ارگ ریاست جمهوری شدیم و هیچ کس از فرار اشرف غنی از کشور آگاه نبود. روز آخر غذا کلش در همه آشپزخانه پخت شده بود. از طرف مسئولین که برای ما گفته شد که شما برین، تو وضعیت اضطراری است. ما رفتیم 11:30 چیز کم 12 بجه بود، زیادتر دیگاه هم تو پر مانده. غذا کسی خورده بود کسی نخورده بود. دیگه کارمندهای ملکی همه ایشان بیرون شد رفتن خانه خدا. چه اشرف غنی پا آخر روز بانی در هر گسه و تشته بید. دل تیه تیاره را گوشتی و در ورزی تقریبا در صد میشت تلویشتم تاریخ دری بجه شاخوا. در دغز گیسه در خیری پیرار وکی و تشته بید.
او کابل یې په سرنوشت حالات کې پریښوي چې د هغه چې مجاهدین خبر سوله چې دوی کوم مشران تښتېدلي دي نو بیا مجاهدین داخل سوله د کابل امنیت په خپل کنټرول کې راوستی او هرګو ټوله ځایونه امنیت خوندي سو تر اوسه پورې انشاءالله تمنه دا ډوډۍ د دوی وسې موږ وایم د دوی د ډوډۍ د کوم ګورو دلته خو دوی ډېره کمنه ډوډۍ شام پخول ستاسو ډوډۍ ګورو اجازه ورکوي نو کوي نو خو کوي نو خو زه درڅ کوي اوس دوی د ستاسو د ډوډۍ د کوم موږ کوو دلته خو دوی شپانه سره کوم غوښ خوړلې ستاسو څه شو وی کې نو خو مجبور اچ کوي معمولا داشت یک رژیمون هم نوی پرسنل معمولا خوب از دیگر کسی که هست در هر جایی که هست خوبی که مسائل سیاسیش ما با سیاست کار نداریم چون ما بخش خدماتی هستیم کار خدماتی رو نکنیم ما بچه تو کار نداریم همراه ما میشه هر کس از اینا هم برخوردشون مثل یک بیانداز برخورد نرم دارن و برخورد خوب دارن و قبلا ما کار میکردیم برشون دیگر حتما برخورد خوب داشتن داریم بعد از چندین روز به سرعت امارت اسلامی کابینه خود را اعلام کرد و آن را همه شمول و فراگیر خواند. بعد از اعلام کابینه امارت اسلامی بزرگترین بیرق امارت اسلامی بالای تپه وزیر محمد اکبر خان با مراسم خاص برافراشته شد.